بشارت. بشارت 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 دوستان عزیز سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما به برنامه بشارت خوش آمدید خیلی خوشحال هستم که باز میتونم در یه برنامه دیگه دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان باشم امروز میخوایم از انجیل متا باب 25 رو بخونیم آیات 14 تا 30 و میخوایم یه درس تازه دوستان از کلام خدا یاد بگیریم پس بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم خدای شکرگزار تیم امروز برای کلامت و برای روح القدس که در وجود ما ساکنه برای ایسای زنده ایسایی که ما را نجات داد روی صلیب برای گناهان ما مرد و خداوند دعا می کنم که خودت کمک کنی که بتونیم هر روزه با روح تو هدایت بشیم برای عیسی مسیح زندگی کنیم و کلامت رو هر روزه بخونیم برکت بده به پیام امروز و خداوند به ما کلامت رو تعلیم بده به نام عیسی مسیح دعا می کنیم آمین دوستان عزیز عنوان پیام امروزمون هست غلام سودمند و غلام بینف غلام سودمند و غلام بینف که مسئله که عیسی مسیح زد که تعلیم داد که بعد از بازگشت عیسی مسیح به زمین و جمع کردن امت بنی اسرائیل در سرزمین خود شروع به داوری خواهد کرد تا ببیند چه کسانی وارد ملکوت زمینی او می شوند و چه کسانی از وارد شدن باز خواهند ماند راجب این تعلیم داد در این مثل می که مردی آزم سفر بود و غلامان خود را طلبید تا اموال خود را به آنها بسپارند به یکی پنج قنتار و دومی دو قنتار و به سه غلام سومی یک قنتار داد این ارباب و هنگامی که از سفر بازگشت شروع کرد به تصفیه حساب با غلامان خود و دو غلام اولی که امانتی خود را دو برابر کرده بودند آوردن و دادن به اربابشون خ... و مورد تحسین ارباب خود قرار گرفتند اما غلام سومی امانت ارباب خود را که در زمین مخفی کرده بود از زمین در آورد و به اربابش تحویل داد و که این عمل او باعث شد که او از سوی ارباب خود سرزنش و توبیخ بشه در مثل قنطارها مسیح فرصت مساوی با دستمزد نامساوی به غلامان خود بخشید او درباره مسئولیت هر شخص در این مسئله تعلیم داد در تفس... تفسیر مسئله میخوام یاد بگیریم دوستان در آیه 14 هم میخونیم یه زیرا چنان که مردی آزم سفر شده غلامان خود را طلبید و اموال خود را بدیشان دیشان سپورت پس میبریم که یه مردی آزم سفر بود که بخواد میخواست بره آزم سفر و غلامانش را طلبید بهشون اموال داد تفسیرش میخوام یاد بگیریم تفسیر... تفسیر این بسل رو مرد خود عیسی مسیحی که آزم سفر شد رفت به آسمان عروج کرد و به ما اموالش رو سپرده آم پس مرد عیسی مسیح آزم سفر شد یعنی چی یعنی عروج عیسی مسیح رفت به آسمان رفت به آسمان و و بعدی غلامانش رو طلبید مسیحیان در اصر کلیسا غلامان یعنی مسیحیان در اصر کلیسا که خداوند به مسیحیان چی سپرده؟ اموال سپرده اموال یعنی چی؟ اموال خداوند یعنی کتاب مقدس کلامش پیام انجیل یعنی روح القدس رو به ما سپرده دوستان مسیحی به ما داده خانواده به ما داده استعداد توانایی ها و کشیشان و غیره را خداوند به ما داده که ازش استفاده کنیم و, و استفاده کنیم برای جلال عیسی مسیح و بعد بهشون چی داد؟ قنتار داد در آیه 15 می کنیم یه یکی را پنج قنتار و دیگری را دو و سومی را یک داد هر یک را به حسب استعدادش و بیدرنگ متوجه سفر شد پس میبینیم که دوستان قنتار چیه؟ بعدی تفسیر مثلا قنتار یعنی واحد پول بود و معادل دستمزد 20 سال یک کارگر بود اینگی یک قنتار قنتار نماد استعداد و توانایی های ماست اگر پنج گنتار به کسی که یک گنتار گرفت داده میشد باعث میشد که او با مسئولیت سنگین از بین از بین رود اما اگر فقط یک قنطار به کسی که پنج قنطار گرفت داده میشد انصاف نمی بود خداوند بر حسب دقت کنیم یه بر حسب استعداد و تواناییشون بهشون داد قنتارها رو داد بر حسب استعداد و توانایی که داریم خداوند به ما هدایا میده هدایای روح القدس به ما میده تا بتونیم از آنها برای خدمت استفاده کنیم خدمت کردن به مسیح و افسودن به اموال او سعادتی است که برای ما که که عیسی مسیح به ما میچینه این هدایا رو بده تا بتونیم خدمت کنیم به عیسی مسیح سه غلام به دو دسته تقسیم می شوند یعنی غلام سودمند و غلام بینف غلام سودمند غلام وفاداره و غلام بینف غلام بیوفاست غلام امانتدار و خیانتدار دو تا غلام امانتدار و خیانتکار پس غلام پنج قنتاری رو میبینیم سه تا غلام هستش تو این مثل آیه 16 میگه پس آن که پنج گنتاری یافته بود رفته با و با آنها تجارت نموده پنج گنتار دیگر سود کرد پس سه غلام اولینش غلام پنج گنتاریه که او با وفا بود چرا او چون صد درصد سود کرد پنج قنتار که گرفته بود پنج گنتار دیگه او تحویل اربابش داد یعنی 100 صد درصد سود برد همون 5 تا رو تبدیل کرد به 5 تا دیگه یعنی تبدیل کرد به 10 تا متا 27 آیه 17 رو میخونیم که غلام دو قنتاری استش غلام دو در متا 25 آیه 17 رو میخونیم میگه و همچنین صاحب دو قنتار نیست دو قنتار دیگر سود گرفت این چیکار کرد این هم 100 درصد بهره برد از قنتاری که بهش داده بود یعنی همون چیزی که خداوند داده بود اونو تبدیل کرد به دو برابر صد درصد در صد ازش استفاده کرد و سود برد بنابراین و به تجارت خودش مشغول شد و توانست صد درصد سود ببره اونیز غلام با وفا و, وزی... و امانتداری بود که وظیفه خودش رو به بدو... درستی انجام داد و غلام بعدی دوستان از سه غلام غلام پنج گنتاری خوندیم که با وفا بود غلام دو گنتاری با وفا بود صد در صد جفتشون سود کردن و سه غلام یک گنتاری که غلام بی وفا هستش در متا 25 آیه 18 می کنیم می اما آن که یک گنتار گرفته بود رفته زمین را کند و نقد آقای خود را پنهان نمود رفت زمین رو کند و آقای پول آقای خودش رو پنهان نمود گنتار پس دوستان واحد پول بود که غلام س... سوم غلام بیوفا و بی سودی بود که زمین را کند و امانت پولی که اربابش بهش داده بود نهان کرد و از آن هیچ استفاده ای نکرد او عمدن گناهی انجام نداد اما با استفاده نکردن از اموال ارباب مرتکب گناه شد ترس او, ترس او را از تجارت باز داشته بود آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست در آیه نوزده میخونیم که اومد حساب خواست آیه 19 پس غلام یک قنطاری بی وفاست او هیچ سود نکرد آیه 19 و بعد از مدت مدیدی یعنی بعد از دو هزار سال یعنی بعد از عصر کلیسا که تموم شد آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست یعنی عیسی مسیح که میاد از ما حساب خواهد, خواهد خواست پس این راجع به چی حرف میزنه آقای آن غلامان آمده از ایشان حساب خواست یعنی چی یعنی روز داوری هنگام بازگشت ثانوی ایسای مسیح روز داوری هنگام بازگشت ثانوی ایسای مسیح تا ببیند چه کسی وارد سلطنت زمینی هزاره ایسای مسیح خواهد شد و چه کسی باز خواهد ماند تصویه حساب با غلامان رو میبینیم که تصویه حساب با غلامان اول و دوم رو خوندیم که اومد با غلامان اول و دوم ببین چجوری تصویه حساب کرد آیات 20 تا 23 میگه پس آن که پنج قنتار یافته بود پیش آمده پنج قنتار دیگر آورده گفت خداوندا پنج قنتار به من سپردی اینک پنج قنتار دیگر سود کردم ببینید این اربابش چی گفت میگه آقای او به وی گفت آفرین ای غلام نیک متدین بر چیزهای اندک امین بودی تو را بر چیزهای بسیار خواهم گماشت به شادی خداوند خود داخل شد یعنی وارد اون از هزاره شد وارد اون ملکوت عیسی مسیح شد که زمینی هستش و صاحب دو قنتار نیز آمده گفت ای آقا دو قنتار تسلیم من نمودی اینک دو قنتار دیگر سود یافته ام آقایش وی را گفت آفرین ای غلام نیک متدین بر چیزهای کم امین بودی تو را بر چیزهای بسیار میگمارم در خوشی خداوند خود داخل شد پس هر دو غلام اول غلام اول و دوم جفتشون که قنتار گرفته بودن جفتشون دو برابرش کردند و اومدن تحویل اربابشون دادن و اربابشون تحسینشون کرد گفت آفرین ای غلام نیک متدین غلام نیکو و متدین امانتدار هستید گفت بر چیزای اندک امین بودی چیزای کوچیک چیزای زمینی این کتاب مادسی که بهت دادم که بری تعلیم بدی تعلیم دادی انجیلی که بهت دادم که بری خبر خوش رو به مردم برسونی رفتی رسوندی به همه ایران یا به همه دنیا رسوندی اون چیزایی که به تو گفته بودم همه رو انجام دادی خدمت تو به درستی با نیت درست انجام دادی به شادی خداوند خود داخل شو به هزار سال سلطنت زمینی من داخل شو اینا میرن توی هزار سال سلطنت زمینی ایسای مسیح وارد اون دوره خواهند شد و میبینیم که ایسای مسیح اومد با چهار جمله تحسین آمیز ایشان را تشویق کرد و با آنها پاداش داد چی بود؟ اولینش گفت آفرین ای غلام نیک و متدین غلام نیک و متدین بهشون گفت و تحسینشون کرد و گفت بر چیزهای اندک امین بودی تو برای چیزهای این زمینی که چیز اندکیه کلیسا به دادم رهبری کردی هدایت کردی ایماندارا رو و غیره میگه امین بودی کار تو به درستی انجام دادی و سه گفت تو را بر چیزهای بزرگ خواهم گماشت یعنی چیزهای بزرگ بهت خواهم داد یعنی اصر هزاره سلطنت عیسی مسیح بعد گفت به شادی خداوند خود داخل شو به شادی خداوند خود داخل شو عیسی مسیح تشویقشون کرد برکت داد بهشون ببینید عیسی مسیح به فکر ماست میخواد به ما برکت بده میخواد ما را تشویق کنه این خدای ماست که به فکر ماست آنها اول غلام بودند اما بعد از بازگشت ارباب به رتبه حاکمیت ارتقا یافتند دوستان آنها بر چیزهای اندک امین بودند برای همین اربابشان آنها را بر چیزهای بزرگ گماشت یعنی بر که بتونن بر پادشا... بر کشورها پادشاهی کنند آنها در دوران زندگی خود زحمت کشیدند و عرق ریختند تا اموال ارباب خود را دو برابر کنند اما در زمان بازگشت مسیح وارد شادی خداوند خواهند شد وفاداری آنها به ایشان فرصت داد تا وارد مکان و جایگاه بزرگ شوند و تصویه ها با غلام سوم چطور بود غلام سوم بی وفا بود و برای همین بدون پاداش باقی ماند در آیه 24 تا 25 می خونیم می پس آنکه یک انتار گرفته بود پیش آمده گفت ای آقا چون تو را میشناختم که مرد درست خویی می باشی از جایی که نکاشتهای ای می و از جایی که نیفشانده ای جمع می کنی پس ترسان شده رفتم و قنتار تو را زیر زمین نهفتم اینک مال تو موجود است بفرمایینم مال تو این چیزایی که به امدادی همه رو تحویلت میدم اون نگرش غلطی نسبت به اربابش داشت و حتی به او سخنان ناسزا گفت گفت چی؟ گفت میدونم که تو درشت خو هستی درشت به خداوند به عیسی مسیح گفت تو درشخو هستی یعنی خصلت درشتی داری خصلت بدی داری خداوند خصلت بدی داره عیسی مسیح همون عیسی که اومد به مریضا رو شفا داد مرده ها رو زنده کرد همون خدایی که اومد به گرسنگان با پنج تا نان و دو تا ماهی غذا داد پنج هزار نفر سیر کرد همون خدایی که اومد به صورت انسان فدای گناهان ما شد محبت کرد ما رو گفت تو آدم درشتخویی هستی و این بعضی ها اصلا فکر میکنن که خداوند درشخوه، فکر میکنن که خداوند بر آسمان نشسته چماق به دست و میخواد ما رو بزنه بزنه سرمون این خدا ها نیست این خدایانه خدایان آره درست هستند خدایان دیگه بطها و خدایان ادیان خدای زشتی هستند میخوان بکشن درشخو هستن هستند تون مزاج هستند خشمگین هستن عصبانی هستند اما خدای ما خدای محبته این شخص خدا رو نمیشناخت این شخص کتاب مقدس رو نخونده بود عیسی مسیح رو نمیشناخت و شناخت کافی از خداوندمون عیسی مسیح نداشت خیلی از انسان ها همچین نگرشی دارن فکر میکنن که خداوند دوستشون نداره فکر میکنن که خداوند میخواد فقط اینا رو تنبیه کنه و این غلام چنین نگرشی داشت نسبت به اربابش گفت تو درشگو هستی و بعد گفت تو دزدی گفت از جایی که نکاشته ای میدروی از جایی که شخ نزده ای نمیدونم درو میکنی یعنی تو دزدی تو دوستی می میکنی ببین غلام سوم فکر کرد که اربابش دوزه و از جایی که نکاشته درو میکند و از جایی که نیفشانده جمع میکند بسیاری فکر میکنند که خداوند آزادی و سعادت را از زندگی انسانها دزدی میکنند میرو بایه آنها نمیدانند که انسانها و مذهب مذاهب هستند که از مردم دزدی کنند. غلام بیوفا از تجارت کردن میترسید بنابراین او برای موفقیت هیچ تلاشی نکرد و نتوانست چیزی به دست آورد او از زندگی و مسئولیت خودش ترسیده بود این ترس او را فلج کرده بود و او را مسترب کرده بود و باعث شده بود که او اموال اربابش را در زمین مخفی کند کمترین کاری که او می توانست انجام بده اینه که پول خود را بده به صرافان بده به بانک که بانک ازش سود ببره که یکم سود،, سود بهش بده و ببینیم برخورد تند اربابش با این غلام چی بود در آیه 26 تا 29 میخونیم می آقایش در جواب وی گفت ای غلام شریر بیکاره ببین اون غلامان اول گفت ای غلام نیک متدین ولی این به این غلام سوم گفت ای غلام شریر بیکاره تو هیچ کار نکردی شریر هستی گناهکاری دانسته ای که از جایی که نکاشته می و از مکانی که نپاشیدم جمع می کنم از همین جهت تو را می بایست حداقل چکار میکردی می میگه نقد مرا به صرافان بدهی تا وقتی که بیایم مال خود را با سود بیابم و الحال آن قنتار را از او گرفته به صاحب ده قنتار بدهید زیرا به هر که دارد داده شود و افسونی یابد و از آن که ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود اینو عیسی مسیح چنین گفت بهش گفت پس بنابراین میبینیم عیسی مسیح چی گفت بهش سه تا چیز مهم بهش گفت برخورد تند عیسی با غلام سو... سوم چی بود گفت ای غلام شریره بیکاره این شریر بود و بیکاره بود هیچ خدمتی نکرد هیچ خدمتی به عیسی مسیح نکرد و دو تو را می بایست نقد مرا به صرافان بدهی گفت تو بلد نیستی ازش کار بکشی از پولت استفاده کنی حداقل میدادی به صرافان یعنی به بانک میدادی عیسی از او انتظار داشتی حداقل پول خود را در بانک پسنداز کنه تا بتونه حداقل سود را ببره اگر پول کمی هم داشته باشیم در صورت خدمت نکردن در کلیسا و تلاش نکردن برای نجات جان دیگران باید کلیسا را از لحاظ مالی دوستان پشتیبانی کنیم تا دیگران حداقل بتوانند انجیل مسیح را که هزینه به همراه داره ببرن به کشورهای مختلف بهشون حمایت کنیم پول بدیم که اونا ببرن انجیل رو منتشر کنن و سومین چیزی که عیسی مسیح بهش گفت الحال آن گنتار از او گرفته به صاحب ده قنتار بدهید هنگامی که به خداوند خدمت نمی کنیم در خطر از دست دادن پاداش خود هستیم اموال غلام سوم را از وی گرفتند و به کسانی که سود کرده بودند دادند تا آنها بیشتر داشته باشند که در آیه 29 میگه زیرا به هر که دارد داده شود و افسونی یابد و از آن که ندارد آنچه دارد نیز گرفته شود ایسای مسیح اینو تعلیم داد شاید فکر کنید که غلام سوم در این مثل ایماندار نبود اما به نظر میاد که او ایماندار بود اما ثابت کرد که او برای خداوند مسیح بی سود و بی وفا بود ظلمت خارجی در آیه سی هم که میخونیم مربوط به جهنم نمیشه گرچه چنین به نظر میاد کار خطرناکی است که از مسائل های عیسی مسیح تعلیم داکترین یا به عبارت دیگه تعلیم الهیاتی درست کنیم و مثل فقط داستان زمین داستان زمینیه که معنی روحانی داره عیسی مسیح مثل زد که داستان زمینیه که, که معنی آسمانی داره دوستان باید مواظب باشیم در بازگشت ثانوی عیسی مسیح بعضی از آنها که در دوره مصیبت نجات پیدا می کنند وارد سلطنت زمینی مسیح خواهند شد و بعضی های دیگر نخواهند توانست غلام سوم فرصت خدمت در ملکوت زمینی مسیح را از دست داد و از سوی او تحسین نشد و به عقیده من از دست دادن چنین فرصتهایی ظلمت خارجی هست این مسئله به ما تعلیم میده دوستان که منتظر بازگشت ثانوی مسیح باشیم و تا زمانی که او بازگشت نکرده باید چیکار کنیم در خدمت او باشیم از اون استعدادهایی که خداوند داده عطایایی که به ما داده باید استفاده کنیم بیدار باشیم خدمت کنیم که پیام انجیل رو بتونیم به دیگران برسونیم تا مردم بتونن نجات پیدا کنند دوستان چه درس کاربردی میتونیم از این مسئله غلام سودبند و غلام بینف یاد بگیریم درس اول اینه که در زندگی مسیحی خود کاهلی نکنیم کاهل نباشیم در امثال باب 6 آیه 6 میخونیم میگه ای شخص کاهل نزد مورته برو و در راه های او تعمل کن و حکمت را بیاموز, بیاموز. میگه برو نزد مورچه به مورچه نگاه کن که چجوری در تابستان ذخیره میکنه غذا رو و فلان و زمستون که میشه میخوره میگه از مورچه حکمت یاد بگیر کاهلی نکن تنبلی نکن بلکه خدمت کن کار کن این غلام بینف هیچ کاری نکرد رفت اون چیزی که اربابش بهش داده بود مخفی کرد در زمین تنبل بود در زندگی مسیح دوستان نباید کاهلی کنیم امثال 19 آیه 15 میگه کاهلی خواب سنگی می آورد و شخص اهمال کار گرسنه خواهد ماند کاهلی خواب سنگی می آرد و شخص اهمال کار شخصی که اهمال میکنه در کارش جدی نیست و کمکاری میکنه میگه گرسنه خواهد ماند باید پرکار باشیم باید زرنگ باشیم در زندگی مسیحی خودمون کاهلی ورزیدن در رفتن به کلیسا میتواند باعث بیمانی و دنیاوی شدن ما بشه کاهلی در رابطه زناشویی میتواند باعث جدایی و طلاق شود کاهلی در شغل میتواند باعث از دست دادن کار خودمون بشه پس درس کاربردی اینه که اولین چیز در زندگی مسیح خود کاهلی نکنیم و دو وظایف و خدمت خود را وفادارانه انجام دهیم اگه خداوند به ما وظیفه خدمتی داده در کلیسا یا خارج از کلیسا باید وفادارانه انجام بدیم در یعقوب باب چهار آیه 17 میخونیم که میگه پس هر که نیکوی کردن بداند و به عمل نیاورد او را گناه است. هر کسی که بلد نیکوی کنه بلد خدمت کنه و خدمت نکنه او را گناهه اگه بلدی که چجوری به دیگران بشارت بدی و بشارت ندی میگه اون گناه بشارت ندادنت اگه بلد باشی که در دم کلیسا بیستی و به مردم خوش آمدگویی کنی و این کار نکنی میگه گناهه اگه بلدی که زمین رو زمین کلیسا رو محوطه کلیسا رو جارو بزنی تمیز کنی و این کار نکنی میگه این برای تو گناهه میگه هر که نیکوی کردن رو بلد باشه و نکنه برای او گناه است. بنابراین باید چکار کنیم دوستان باید نه تنها در جامعه باید وظایف خود را به درستی انجام بدیم بلکه باید انجیل مسیح را نیز وفادارانه به دیگران بشارت بدیم در غیر این صورت در برابر خداوند مسئول خواهیم بود اگر بشارت ندیم مسئول خواهیم بود در مرگوس باب 16 آیه 15 میخونیم میگه پس بدیشان گفت در تمام عالم بروید و جمعی خلایق را به انجیل موزه کنید پس عیسی مسیح به ما مأموریت داده میگه برید بشارت بدید برید از این استعداد از این قنتاری که بهتون دادم انجیلی که بهتون دادم برید استفاده کنید بشارت بدید به ما مسئولیت داده با چکار کنیم باید موزه کنیم بشارت بدیم اگر بشارت ندیم اگه به مردم نگیم که توبه نکنن به عیسی مسیح ایمان نیارن خداوند چه کاری انجام خواهد داد ببین در, خدا... در کتاب هزرگیال باب آیی 17 تا 18 میکنیم خداوند به هزگیال چی گفت گفت ای پسر انسان تو را برای خاندان اسرائیل دیدبان ساختم پس کلام را از دهان من بشنو و ایشان را از جانب من تهدید کن گفت ای هزگیال کلام منو بگیر بشنو و برو بهشون کلام منو برسون و هینی که من به مرد شریر گفته باشم که البته خواهی مرد اگر تو او را تهدید نکنی و سخن نگویی تا آن شریر را از طریق زشت او تهدید نموده او را زنده سازی آنگاه آن شریر در گناهانش خواهد مرد اما خون او را از دست تو خواهم طلبید میگه اگه تو سخن رو نگی بهشون تهدید نکنی آن شریر از, از طریق خودش توبه نکنه میگه اون اون میمیره ولی میگه که گناهانش رو از دست تو خون او رو از دست تو خواهم طلبید یعنی خداوند وظیفه داده به ما میگه باید بری کلام, کلام, خدا رو باید برسونید به همه همه جای دنیا به همه مردم باید برسونید بله خداوند ما رو مسئول خواهد دانست خداوند به ما وظایف و خدمتی رو داده باید انجام بدیم درس کاربردی سوم دوستان اینه که امانتدار خوبی در زندگی باشی مثل اون غلام امین که امانتدار بود از, از اون قنتارهایی که خداوند بهشون داده بود استفاده کرد و در اول قرنتیان باب چهار آیه یک تا دو میخونیم میگه هر کس هر کس ما, ما را چون خدام مسیح و وکلای اسرار خدا بشمارد و دیگر در وکلا باز پرس می شود که هر یکی امین باشد یه هر یکی از ما باید چکار کنیم باید امین باشیم پس باید امانتدار خوبی در زندگی باشیم خداوند به ما انجیل داده باید موزه کنیم خداوند به ما خونواده داده باید ازش محافظت کنیم بهشون یاد بدیم کلام خدا را خداوند اگر به ما پول داده باید ازش استفاده کنیم برای جلال و خدا برای پشتیبانی کردن از منتشر شدن پیام انجیل باید هر چیزی که خداوند به ما داده باید امانتدار خوبی باشیم توی زندگی و چهارمین آخرین درسی که میتونیم از این مسئله یاد بگیریم اینه که ترس را از خود دور کنیم و شجاع باشیم مثل اون غلام بینف ترسو بود گفت ترسیدم که از دست ندم این چیزی که به دادی برای همین مخفیش کردم غلام خداوند اربابش بهش گفت که ای غلام شریر بیکاره شریر بود میترسید ترسید نباید ترسو باشیم باید شجاع باشیم خداوند به ما روح ترس نداده خداوند به یوشع چی گفت در یوشع باب یک آیه نه میخونیم میگه آیا تو را ام نکردم پس قوی و دلیر باش ما ترس و هراسان ما زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با توست ما ترس یوشع حراسان نباش زیرا که من با تو خواهم بود هر جا که بری با تو خواهم بود میری به بدی با تو خواهم بود امت برای میبری به سرزمین کنان با تو خواهم بود دست تو خواهم گرفت ایسای مسیح گفت بروید همه امت ها را شاگرد من سازید آنها را به نام پدر پسر روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که هر اموری را که به شما حکم کرده هم حفظ کند و بدانید که من هر روزه تا انگزای عالم همراه شما هستم عیسی همراه ماست دوستان پس نباید بترسیم نباید بگیم که آیون این شخص خیلی مسلمونه یا ایتیست بی خداست و بهشون برمیخوره نه 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 نباید بترسیم باید بریم بشارت بدیم ترس رو باید بذاریم کنار و همه نیاز به انجیل عیسی مسیح دارند باید پیام انجیل رو بشنوند و ایمان بیارن و نجات پیدا کنند اگر نه خواهند مرد و به جهنم خواهند رفت و خداوند خون اونا رو از دست ما خواهد گرفت بنابراین ما مسئول هستیم دوستان باید بشارت بدیم این در خاتمه خداوند دوستان به ما امانتهایی را بخشیده تا بتوانیم از آنها برای خداوند سود دو برابر درست کنیم اما او با ایمانداران تنبل یعنی کسانی که برای ملکوت مسیح و پیشبرد انجیل اقدامی نمی کنند برخورد می کند و به سختی و آنها تصفیه حساب می کند اما ایمانداران وفادار و امین و متحد را بیشتر پاداش می دهد تا بتوانند بیشتر داشته باشند در آیه 29 میگه زیرا به هر که دارد داده شود و افسونی آبد و از آنکه ندارد آن چه دارد نیز گرفته شود خداوند دوستان میخواد به ما پاداش بده خداوند میخواد به ما بگه ای غلامه نیک متدین آفرینه غلام نیک و متدین خداوند میخواد که غلام نیک باشیم نیکو باشیم غلام خوبی باشیم خادمان خوب مسیح باشیم و بعد متدین یعنی وفادار در خدمتمون وفادار باشیم در زندگی مسیحیمون وفادار باشیم دوستان آیا برای مسیح سودمند هستید مثل دو تا غلام اول یا مثل اون غلام سومی غلام بی بیسود سود هستید چه سودی تا به حال برای مسیح داشته اید چه سودی، چه کاری انجام دادید، چه خدمتی برای مسیح در کلیسا و خارج از کلیسا انجام دادید اگر انجام ندادید، ایسای مسیح با شما تصفیه حساب خواهد کرد دعا میکنم که مثل غلام اول و دوم باشید شاید, شاید بگید که من مسیحی نیستم و این چیزها را نمیدونم اگر میخوایم مسیحی بشید، خیلی ساده است میتونید توبه کنید از گناهان و از مذهب و به عیسی مسیح ایمان بیارید چجوری میتونید چشاتون رو ببندی سرتون رو بگیرید پایید بگید ای عیسی مسیح من گناهکارم ولی ایمان دارم که عیسی مسیح تو برای گناهان من مردی و بعد از سه روز زنده شدی ای عیسی مسیح منو نجات بده از جهنم منو ببر به بهشت و منجی من شو همه دعاها رو به نام عیسی مسیح میطلبم آمین اگر همچین دعایی کنید دوستان شما تولد دوباره یافتید مسیحی شدید و راهی بهشت هستید دعا می کنم که از این به بعد خدمت کنید به عیسی مسیح و غلام متدین و نیکی برای عیسی مسیح باشید تا برنامه آینده دوستان شما را به خداوند میسپارم اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام ات ساين بشارت 777 اقدام نمند